کرونا، موضوع کشمکش وزارت بهداشت ایران و دولت چین. در 60 دقیقه امشب میپرسیم آیا آمار چینی ها یک شوخی تلخ بود که جهان را به اشتباه انداخت؟ در این زمینه با دو مهمان صحبت میکنیم، با یک پزشک متخصص که بیماری های همگیر را میشناسد و یک تحلیلگر که به سیاستگذاری عمومی در چین آشناست. افزایش انتقادها از حسن روحانی برای بازگشایی مشاغل در ایران. منتقدان میگویند حفظ جان مردم از کسب و کار مهمتر است. همچنین در برنامه امشب، سریال پایتخت باز جنجال آفرید. رئیس صدا و سیما دستور داد دلیل شباهت بخشی از آن با دو فیلم قبل از انقلاب بررسی شود. و محسن نامجو از موزیک ویدیوی 360 درجهش میگوید و دوران قرنطینه. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. از روزی که شهرت ووهان، یک شهر کرونا زده در چین، جهانی شد، شیوه گسترش بیماری در این شهر و در این کشور در کانون توجه بوده. چین با افتخار میگوید که بر کرونا غلبه کرده، ولی در اروپا و آمریکا تردیدهای زیادی در مورد درستی شیوه اطلاع رسانی چین مطرح شده. در ایران همین موضوع یک جنجال به پا کرده، چرا که سخنگوی وزارت بهداشت ایران هم آمار و ارقام مقام‌های چینی از شیوع کرونا را یک شوخی تلخ توصیف کرد. توصیفی که باعث شد وزارت خارجه ایران همراه با مقام‌های چینی علیه سخنگوی وزارت بهداشت در یک جبهه قرار بگیرند. البته خود ایران هم در میزان اتهام است، اینکه گویا اطلاعات درست و دقیقی از شیوه مهار و مقابله با کرونا ارائه نکرده. ولی درستی یا نادرستی آمار و ارقام چین چه ارتباطی به سایر کشورها می‌یابد، از جمله ایران؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از مجید افشار. سه ماه بعد از قرنطینه ووهان، آرام آرام زندگی به این شهر برمی‌گردد. البته همه چیز همچنان تحت نظارت است. حتی خبرنگارانی که امروز قصد داشتند از شهر فیلم برداری کنند. آمار رسمی در چین مرگ 3300 نفر بر اثر ابتلا به کرونا را تایید می کند. عددی که بسیاری از کشورها از جمله ایران از آن گذشتند. بسیاری مسئولان چینی را به پنهانکاری متهم کردند. آنها می گویند مرگ و میر در چین بالاتر بوده، اما علتش چیز دیگری ثبت شده. اتهامی که متوجه ایران هم هست. قوی باش ایران، قوی باش چین، دو کشور اما در این چند ماه کنار یکدیگر بودند. در شرایطی که اکثر پروازهای بین‌المللی از چین قطع شده بود، پرواز خطوط هواپیمایی ماهان ادامه داشت و دو طرف سعی می‌کردند در شرایط سخت پشت یکدیگر را خالی نکنند. می‌خوام تا کنم غم و از چشمات. ویدیوهای از این دست در دوره مبارزه چین و ایران با کرونا به وفور منتشر شد. حاضرم جونمو بدم تا همه چی دوباره عوض شه برات. اما صحبت‌های دیروز سخنگوی وزارت بهداشت ایران نشان داد حتی او هم به آمار و ارقامی که از چین گرفته اعتمادی ندارد. کیانوش جهانپور در مصاحبه‌ای گفت آمار چینی‌ها شوخی تلخی با جهان بود، چون بسیاری را قانع کردند که این بیماری مثل آنفلانزا است و مرگ و میر کمتری دارد. مشابه همین حرف در توییتر به بگو و مگو با سفیر چین در ایران انجامید. مباحث علمی را هیچگاه نمی‌توان و نباید با سیاست آمیخت. همه محافل آکادمیک دنیا بر پایه اطلاعات اپیدمیولوژیک و گزارش محققان چین آنفولانزای تیپ آ را از ویروس نوپدید کرونا وخیمتر قلمداد کردند. امروز یافته ها خلاف این را نشان می دهد. به یافته های خودی اطمینان بیشتری داریم. وزارت بهداشت چین هر روز کنفرانس خبری دارد. پیشنهاد می کنم برای نتیجه گیری اخبار آنها را با دقت دنبال کنید. وزارت بهداشت ایران هم روزانه دو کنفرانس خبری برگزار می کند که تقریباً کم نظیر است و برای سفرای محترم و اصحاب رسانه در همه کشورها، به ویژه کشورهای دوست،
قابل استفاده خواهد بود. آقای عزیز، بنابراین امیدوارم که شما به حقایق و تلاش‌های بزرگ مردم چین احترام بگذارید. در پی این بگو مگو، بعضی از حامیان تندرو حکومت در ایران خواستار برکناری آقای جهانپور شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم عملکرد چین در مقابله با کرونا و کمک به کشورهای دیگر را ستود و گفت ایران در این روزهای سخت قدردان حمایت‌های چین است. بعد از او آقای جهانپور هم همین حرف را تکرار کرد. دریافت اطلاعات به موقع و دقیق از کشورهایی مثل چین و ایران شاید می توانست از بروز فاجعه در کشورهای دیگر از جمله ایتالیا جلوگیری کند. دانشمندان و سیاستمداران از این آمار برای سیاستگذاری استفاده می کنند. به همین دلیل بریتانیا بعد از اینکه از عمق فاجعه در ایتالیا آگاه شد، تغییر مسیر داد و سیاست قرنطینه جدی‌تر و فاصله گذاری اجتماعی را در پیش گرفت. مجید افشار، بی بی سی. دو مهمان داریم. علی قلی‌زاده، پژوهشگر سیاستگذاری عمومی دانشگاه علم و فناوری چین از مشهد با ماست و دکتر آلان توفیقی، پزشک عمومی از پاریس. آقای توفیقی، چرا آمار و اطلاعات چین اینقدر اهمیت پیدا کرده که در اروپا و آمریکا و ایران درباره‌اش صحبت می‌کنند؟ به خاطر اینکه اپیدمیولوژی یا علمی که به بررسی رفتار عوامل بیماری‌زا و همینطور نحوه بروز بیماری‌ها می‌پردازه، مبنای اولیه اون بر آمار و اعداد و رقم‌هایی هستش که سیستم‌های بهداشتی مختلف اون رو اعلام می‌کنن. در دنیای به هم پیوسته امروز هیچ کشوری نمی‌تونه، مخصوصاً در رابطه با بیماری‌های واگیردار که به سرعت می‌تونن در تمام دنیا منتشر بشن، برخورد حاکمیتی بر مبنای نگاه ایدئولوژیک خودش رو مثلاً به بیماری ها داشته باشه. به طور مشخص در رابطه با بیماری کرونا، نحوه آمارسانی سیستم بهداشتی چین و عدد و رقم هایی که در روزهای اولیه منتشر می کردن، به نظر میاد که در برآورد سازمان بهداشت جهانی و بسیاری از کشورها در رابطه با قدرت بیماریزایی ویروس کرونا 2 که عامل بیماری کووید 19 هستش، یک برآورد اولیه اشتباه بوده و بر مبنای این برآورد اولیه اشتباه بسیاری از کشورها در برابر این بیماری غافلگیر شدند، از جمله خود ایران و حتی کشورهای اروپایی. و این غافلگیری رو ما حتی در حد کمبود ماسک، مواد ضد عفونی کننده و یا سایر اقلام که مورد نیاز بود برای مدیریت بیماری و مبارزه با اون شاهدش بودیم. بنابراین اگر چینی ها از روز اول آمار و عدد رقمی درستی اعلام می کردن، به خاطر چی من میگم درست؟ به خاطر اینکه امروز ما داریم می بینیم که این بیماری خیلی بعید هستش که در کشوری مثل چین که از یک سیستم بهداشتی متوسط برخوردار هستش فقط 3700 نفر کشته داده باشه و در مقابل در کشورهایی مثل سیستم‌های اروپایی که از سیستم بهداشتی در واقع سطح بالاتری نسبت به بعضی از کشورهای آسیا برخوردار هستند، دو برابر اون کشته داده باشه. گرچه فقط بحث کشته‌ها نیست، سرعت انتشار بیماری هم امروز در مدت مشابه با چین ما می‌بینیم که باید داره نشون میده که عدد و رقم‌هایی که در چین در روزهای اولیه و حتی الان هم منتشر شده نمیتونه با واقعیت‌های روی زمین خیلی تطابق داشته باشه. آقای قلی‌زاده، شما در چین بودید، ما با شما گفتگو کردیم، الان هم در ایران هستید، هم چین و هم ایران رو از نزدیک و به چشم دیدید. چقدر موافقید با حرفای آقای توفیقی؟ با سلام خدمت شما و جناب آقای توفیقی و مهمانان برنامه و بینندگان برنامه، من با ایشون موافق نیستم و متاسفانه باید بگم که بخشی از نیروهای اپوزیسیون، نیروهای سیاسی، فعالین سیاسی خارج از کشور و رسانه‌های فارسی زبان شیوع کرونا رو در ایران و رسانه‌های غربی در چین به یک ابزار سیاسی و نژادپرستانه بدل کردن و با موضع سیاسی اخبار رو پوشش دادن یا واکنش نشون دادن یا موضع‌گیری کردن. اما در مورد آمارهایی که جناب آقای توفیقی فرمودن، باید عرض کنم که ما در مورد دو تا آمار مشخصا صحبت میکنیم.
یکی تعداد شیوع و دومی نرخ مرگ و میر، یعنی درصد کل مرگ و میر به درصد کل مبتلایان. در مورد میزان شیوع که در چین در رقمی بیشتر از 81,000 نفر متوقف شده، این اتفاق فقط در چین نیفتاده که ما بگیم این سرعت شیوع در چین با نقاط دیگه دنیا متفاوته. در کره جنوبی، در ژاپن، سنگاپور، هنگ کنگ و استرالیا و چین از شروع شیوع کرونا این 5 کشور بیشترین میزان شیوع رو داشتن. اما در تمام 5 کشور، یعنی 4 کشور جنوب شرق آسیا به اضافه استرالیا، شیوع کنترل شد. برخلاف کشورهای دیگه دنیا که امروز می‌بینیم درگیر شیوع هستن. این علت‌های مختلفی داشته حتما. مهمترین علتش اراده سیاسی که در این کشورها بوده. مثلا ما شاهد بودیم تقریبا 2 یا 3 روز بعد از این که اثبات شد در ووهان که این ویروس از انسان به انسان منتقل میشه، در 22 ژانویه بزرگترین قرنطینه تاریخ رو چین اعمال کرد. 60 میلیون نفر در استان خوبی قرنطینه شدن. 500 میلیون نفر تحت سیاست لاکداون پالیسی، اینها در خونه هاشون قرنطینه شدن در سراسر چین. یک تصمیم سیاسی بود، واکنش سریعی بود که چین گرفت انجام داد و ژاپن و کره جنوبی و سنگاپور، هنگ کنگ، استرالیا، تمام کشورها عملکرد مشابهی دارن. نمیتونیم بگیم فقط چین. بسیار خوب. فکر میکنم که ارتباطمون قطع شده با مشهد. 34 میلیارد دلار تا امروز. بله دوباره. 334 میلیارد دلار امروز هزینه کرده. صدای منو داریم؟ بله بله. یک لحظه قطع شد. بفرمایید. لطفاً مختصر بفرمایید که به همه نکاتی که در بحث مد نظرمون هست برسیم. بله، من عرض کردم اراده سیاسی که چین داشته که بزرگترین قرنطینه تاریخ تو امروز انجام داد، واکنش سریعی که بوده، توان اقتصادی بالایی که این کشورها داشتن، این 5 کشور من جمله چین و کره جنوبی و استرالیا، و مهمترین نکته‌ای هم که به نظر من اول با مشاهداتم هم در حقیقت همخوانی داره، تبعیت مردم در جنوب شرق آسیا از سیاست‌های دولته. آمار دومی که آقای دکتر توفیقی، آقای توفیقی اشاره کردن، نرخ مرگ و میر، ایشون گفتن که نرخ مرگ و میری که این کشورها اعلام کردن مثل چین پایین بوده و درست نبوده، به نوعی آمارسازی بوده. ببینید، نرخ مرگ و میر برای متوسط جهانی طبق آمارهایی که تا همین الان اعلام شده 5.5% از کل مبتلایانه. این برای چین 4% بوده. برای امریکا تا امروز 2.8% بوده. برای آلمان 1.6%. سوئیس 3.4%. کانادا 1.8%. اتریش 1.8%. کره جنوبی 1.8%. و سنگاپور 4%. آلمان، سوئیس، کانادا، اتریش، کره جنوبی، سنگاپور و بسیار کشورهای دیگه درصد مرگ و میرشون از چین کمتر بوده. پس اگر چین آمارسازی کرده، به تبع اینها تقریبا تمام دنیا دارن آمارسازی میکنن. البته تو بعضی کشورها از متوسط جهانی بالاتر بوده متاسفانه، مثل ایران که 6.2% بوده، یا ایتالیا که 12.3% بوده، اسپانیا 9.7%، و هم بریتانیا که شما درش هستید متاسفانه 11.1% بوده. لذا این دوتا آمار نشون نمیده که چین یک تافته جدا بافته بوده، نه چین تقریبا درصد مرگ و میرش معادل متوسط جهانیه. و در کنترل شیوع بیماری هم کشورهای دیگه هم موفق بودن، خیلی اینکه سیاست‌های دقیق موفقیت داشتن. آقای توفیقی، در هر صورت آنچه که از چین خبر میرسه این است که گویا موفق شدند بیماری رو کنترل بکنن. خیلی به درست و غلطش الان کاری نداریم، ولی چطوره که در ایران این تبدیل شده به یک جنجال سیاسی، تبدیل شده به اختلاف نظری که دو بخش از دولت رو دست کم از جهاتی رو در روی هم قرار داده؟ من با میهمان دیگر برنامه کاملا موافق هستم که اساساً مباحث علمی و بحث بیماری ها و اپیدمیولوژی رو نباید سیاسی کرد، ولی قضیه برعکسه. مثلا آقای جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت، خودشون دیروز توییت زدن و گفتن که آمارهای چین یک شوخی تلخ بوده. دلیلی هم که آوردن این بوده که این آمارها باعث شده که یک برآورد اولیه نادقیق نسبت به بیماری در بسیاری از کشورها و از جمله در سازمان بهداشت
جهانی به وجود بیاد، یعنی عملا یک دست کم گرفتن بیماری رو در مراحل اولیه باعث شده که بسیاری از کشورها نتوانستند به دلیل این برآورد اولیه که فکر می‌کردند که این ویروس کرونا حداقل از آنفولانزای تیپ آ که هم واکسن داره و هم دارو برای اون وجود داره خطرناکتر نیست، و این برآورد اولیه غلط که به نظر میاد آمارهای چین، من نمیدونم مهمان محترم از کدوم کلمه من در آوردن، من نگفتم که چین آمار سازی کرده، آماری که چین اعلام کرده به این شکل بوده. حالا ممکن است در سیستم جمع آوری آمار و دیتا در چین یک اختلالی بوده و یا به هر دلیل چینی ها مشخصا به عنوان یک کشوری که کنترل بیشتری نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی و آزادتر نسبت به آمار و اطلاعات دارند، چینی ها این اعمال کنترل رو میکنند، بنابراین یک شکی وجود داره و این شک رو اتفاقا خود سیستم بهداشتی ایران هم تایید کرده. یعنی من فکر میکنم این صحبت های آقای جهانپور شاهدی بوده که از غیب رسیده، از روز اول معتقد بودن که ایران به دلیل اون نگاه ایدئولوژیکی که داره ممکن است آمار و اعدادی که در رابطه با بیماری اعلام میکنه یک مقداری متناسب با واقعیت‌های روی زمین نباشه، که الان با توجه به این صحبت‌های آقای جهانپور میشه گفت که این نوع نگاه در خود ایران هم نسبت به چین وجود داشته. پس این نگرانی کاملا طبیعی است و اصلا هم بحثی به ربطی به اپوزیسیون و غیر اپوزیسیون نداره. اما اینکه چرا در ایران این موضوع جنجال به پا کرده، من فکر میکنم بیشتر برمیگرده به اون نکته‌ای که متاسفانه باید گفت از روز اول در جمهوری اسلامی نسبت به این قضیه نگاه علمی و نگاه مبتنی بر اپیدمیولوژی که مثلا کرونا رو یک ویروس بدانند که در جامعه ما بیماری به اسم کووید 19 به وجود خواهد آورد ندیدن. یک روز اول آقای خامنه ای اومد گفت که این عاملی بوده از طرف بیگانگان، بعد حتی تئوری این که یک ویروس دستکاری شده هست رو در سطح عالی ترین مقام کشور مطرح کردن. خب این طبیعی است امروز وقتی که آقای جهانپور بر مبنای اون خود منصف و علمی، به هر حال ایشون یک پزشک هستش و تحصیل کرده علم پزشکی هستش، وقتی عدد و رقم ها رو نگاه کرده و برآوردهای اولیه غلط چینی ها رو مبنای تصمیم گیری های اولیه دیده، یک در واقع میشه گفت در مقابل وجدان خودش یک توییتی زده و مثلا اون کار چینی ها رو یک شوخی تلخ نامیده، در حالی که به نظر من یک تراژدیه نه یک شوخی، و بعد چون تحت فشار قرار گرفته، چون میدونید اصولگرایان در ایران معتقدن که چین چون از ایران داره طرفداری میکنه، که البته اینجا یه بحثه آیا واقعا چین از ایران طرفداری کرده یا منافع ملی چین رو در طول خب تمام همین نکته که شما بهش اشاره کردید رو اجازه بدید که من از آقای قلی‌زاده بپرسم. چین آمارش درست یا غلط؟ چطوره که تا این اندازه وزارت خارجه ایران به این شکل در برابر بخشی دیگر از دولت قرار میگیره و اینقدر بر روی دقت درستی یا تأیید روش چینی ها تعصب هست؟ ببینین تعصبی نیست، اتفاقا این صحبت های جناب آقای توفیقی متاسفانه متعصبانه بود. من سوال کردم از ایشون، این که میگن آمارها دقیق نیست یا آمارها غلطه، آیا منظورشون نرخ مرگ و میره؟ که اگر نرخ 4% مرگ و میر چین غلطه، پس حتما نرخ 2.8% امریکا یا 1.6% آلمان، 3.4% سوئیس یا 1.8% کانادا یا 1.8% اتریش غلطه؟ متاسفانه ارتباط ما قطع شد با آقای قلی‌زاده در مشهد. ولی اینها تو تا یک ماه یک دوباره داریم ابتدایی، اینا تا یک ماه و نیم ابتدایی اینها در صدر در حقیقت کشورهای هارد هیت بودن، اما الان پایین‌تر از خیلی از کشورها پایین‌تر، یعنی این کشورها موفق بودن. این که ما بگیم لفظ کلی آمار، به نظرم این یک بازی با واژه هاست. دقیقاً بگن آیا منظورشون شیوعه
یا مرگ و نرخ مرگ و میره. نه خیر، نرخ مرگ و میره چین تقریبا متوسط این چیزیه که کشورهای همه دنیا اعلام کردن تا امروز، تقریبا برابرش، یه مقدار کمتر از متوسط. اما کشورهای دیگه‌ای هستن که عملکرد خیلی بهتری داشتن، مثل آلمان، مثل کره جنوبی، مثل سنگاپور، خیلی بهتر از چین هم عمل کردن و درصدشون زیر 1% یا زیر 2%. آقای توفیقی حتما جواب میدن به اون قسمت از فرمایش شما، ولی سوال من این بود که چطور وزارت خارجه اینقدر مدارا میکنه با چین و به نظر میاد که در حد زیادی یک نوع، اگر حالا شما کلمه تعصب رو قبول ندارید، یک نوع پشتیبانی صورت میگیره از آنچه که چینی ها در این زمینه میگند و عمل میکنند؟ ببینین، در روزهای ابتدایی شیوع کرونا در چین، ایران تنها کشوری بود که اولین کشوری بود که به لحاظ سیاسی از چین حمایت کرد. وزیر خارجه ایران توییت زد به چینی که خیلی در رسانه‌های چین بازتاب خوبی داشت. ایران تنها کشور بود، با اینکه ایران تحت تحریم بود و به لحاظ اقتصادی ضعیف بود، تنها کشوری بود که 3 محموله کمک برای چین ارسال کرد و مردم ایران همونطور که در گزارشتون نشون دادیم همدلی داشتن با مردم چین. در نقطه مقابل، تا همین امروز که صحبت میکنیم با شما، چین بیشتر از 30 دولت و ملت چین بیشتر از 30 محموله کمک اقلام پزشکی با پروازهای مسافربری که بعد از 5 فوریه هیچ بلیت فروشی نبوده به پرواز ماهان یا پروازهای چاینا ساترن، صرفا پروازهای گر بوده، پروازهای باری بوده، بیش از 30 محموله کمک به ایران فرستاد. این کمک ها بین 5 تا 15 تن بود. این خیلی اهمیت پیدا میکنه وقتی شما ببینید که در باقی دنیا، تمام کشورهای دیگه دنیا به اضافه یونیسف، به اضافه سازمان بهداشت جهانی، رقم محموله های کمکی که به ایران فرستادن به 7 یا 8 مورد هم نمیرسه. یعنی چین به تنهایی 4-5 برابر تمام دنیا و سازمان های جهانی به ایران کمک کرده. مهمتر از این کمک هایی که ارسال شده، اون همدلی بوده که در چین بین مردم چین وجود داشته نسبت به مردم ایران، که ما که در رسانه های مجازی چین هستیم مثل ویبو و ویچت این رو کامل درک میکنیم. یک فاندریزینگ به اصرار کاربران ویبو ایجاد شد برای ایران که اونجا ما دیدیم هزاران نفر از مردم چین با کمک های کوچیک، 30 یوان، 100 یوان، 50 یوان به ایران کمک کردن. البته این نمادین بود و خود سفارت ایران رو 24 ساعته تموم قطعش کرد و تشکر کرد. و چین به ایران تا حالا 2 سری متخصصان فرستاده، متخصصانی که در روز اولین روزهای شیوع کرونا بوده. عرض کلیم این که هم ایران در کنار چین ایستاد در روزهای سخت چین، در روزهایی که رسانه‌های غربی و دولت‌های غربی برخورد نژادپرستانه داشتن با اتباع چین، با دولت چین، با مردم چین، و هم چین در کنار ایران واسطه حمایتی که چین از ایران کرده در چند هفته اخیر به نظر من بی‌سابقه است. بسیار خوب، شما نوع همدلی رو بین دو کشور میبینید؟ خیلی کوتاه ببخشید، وقتمون خیلی کمه. آقای توفیقی شما 30 ثانیه وقت دارید که جمع‌بندی بکنید، بعد هم آقای قلی‌زاده 30-40 ثانیه وقت دارن که جمع‌بندی کنه. بفرمایید. اولا در مورد نرخ مرگ و میر و شیوع بیماری، اپیدمیولوژی یک علم گذشته نگره. اولا ما باید صبر بکنیم که دوره بیماری طی بشه. بعدش هم همین الان وقتی چین شیوع و تعداد مبتلایان رو کمتر از اون واقعیت‌های روی زمین اعلام کرده، خب وقتی تعداد مرگ و میر رو با اون محاسبه می‌کنی، بحث اینجاست که اون نرخ مرگ و میر یا نرخ شیوع واقعی به دست نمیاد. این مشکلی است که در مورد چین و در بسیاری از کشورها از جمله خود ایران هم ممکنه وجود داشته باشه. اما اون چیزی که ایشون می‌فرمایند در رابطه با همدلی با چین و کمک‌هایی که مثلا چینی‌ها به ایران داشتن، من اینو خدمتتون عرض بکنم که ایران خودش حتی از لحاظ کمک هم یک نگاه ایدئولوژیک داره. سازمان پزشکان بدون مرز حاضر شد که بره در ایران بیمارستان بزنه، اون رو رد کرد. ولی مثلا شما نگاه بکنید، اولا این آماری که ایشون دارن میگن معلوم نیست که در واقع چی بوده و چه کمک هایی بوده، این کمک ها در چه سطحی و با چه کیفیتی شده. آقای توفیقی تمام کنید جملتون رو که آقای قلی زاده توضیح بدن. بله، عرض نهایی بنده این هستش که همان گونه که اتفاقا آقای جهانپور هم حالا از دستشون در رفته در اون توییتشون گفتن، مسائل اپیدمیولوژیک رو نباید سیاسی کرد
و کمک‌های انسان دوستانه رو باید کاملا جدا کرد. در هیچ کجای دنیا هم من ندیدم رسانه‌های غربی نگاه نژادپرستانه مثلا نسبت به چینی‌ها یا ایرانی‌ها داشته باشن. آقای قلی‌زاده بفرمایید. متاسفانه آقای توفیقی نهایتا هم نگفتن. این که میگن با آمارهایی که اعلام شده و آمارهای روی زمین متفاوته، بر اساس چه مستندیه؟ اگر متفاوته درصد آمارهای چین، خب همه دنیا هم پس با ادعایشون متفاوته، از امریکا، بریتانیا تا همه کشورهای دیگه دنیا. اون چه که فرمودن در مورد این که ایران کمک‌ها رو به صورت ایدئولوژیک دریافت کرده، خیر، اینطور نبوده. ایران یک محموله کمک از فرانسه گرفته که وزارت خارجه ازش قدردانی کرده، یک محموله کمک از ژاپن گرفته، یک یا دو محموله کمک از یونیسف گرفته، در سازمان بهداشت جهانی به ایران کمک کرده. اون چه که پزشکان بدون مرز عنوان کردن که یک نهادیه که مؤسسش طرفدار گروه های اپوزیسیون مثل مجاهدین خلق بوده و کمک‌هاش خارج از اون چیزی بوده که ایران رو در خاطر گرفته. 48 تخت قانونی متشکرم از هر دو آقایون، خیلی ممنونم، وقتمون همینجا به پایان رسید، سپاسگزارم. فرافکنی میکنن و کاملا غیر واقعی. ممنونم از علی قلی‌زاده، پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه علم و فناوری چین از مشهد با ما، و همینطور دکتر آلان توفیقی، پزشک عمومی از پاریس با ما. در فرصت‌های بعدی حتما باز هم از هر دو میهمان برنامه دعوت خواهیم کرد و فرصتی در اختیار اونها قرار خواهیم داد. فعلا وقتمون در مورد این بحث به پایان رسید. و ما در ایران تصمیم دولت برای اثرگیری فعالیت‌های تولیدی، تجاری و خدماتی با انتقاد بعضی از سیاستمداران و پزشکان مواجه شده. رئیس قوه قضاییه گفته حفظ جان مردم باید بر گشایش کسب و کارها اولویت داشته باشد. معاون آموزشی بیمارستان مسیح دانشوری تهران هم هشدار داده که برای بازگشت به شرایط عادی باعث اوجگیری دوباره شیوع کرونا و افزایش مرگ و میر خواهد شد. بر اساس آمار وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته نزدیک به 2800 مبتلای جدید شناسایی شده و 136 نفر هم جان خود را از دست دادند. در همین حال حسن روحانی گفته رهبر ایران با درخواست برداشت 1 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا و مدیریت عوارض آن موافقت کرده. باران عباسی گزارش می‌دهد. تهران صبح امروز خیابان‌ها شلوغ. چهره پایتخت بی‌شباهت به شهری که در پی کنترل کرونا از راه فاصله‌گیری اجتماعی است. طرحی که به نظر می‌رسد اجرای آن بیشتر به خود مردم واگذار شده. دولت اما میگوید تا اینجا موفق بوده و حالا نوبت بازگشت تدریجی به شرایط عادی است، یعنی بازگشایی بعضی از کسب و کارها از 5 روز دیگر. این بازگشایی که ما داریم شروع میکنیم پلکانی هست و مردم باید توجه بکنن بازگشایی 1 مرتبه امکان پذیر نیست. تصمیمی که فاصله گذاری هوشمند خوانده شده. تو فاصله گذاری هوشمند اون بخش از کسب و کارهای کم ریسک، از جنس کسب و کارهایی که مستلزم برخی از تجمعاته، مثل تالارها، مثل رستورانها، مثل باشگاه‌های ورزشی، باشگاه‌های بدنسازی، آرایشگاه‌های زنونه، آرایشگاه‌های مردونه، استخرها، اینا جزء مشاغل پرریسک تشخیص داده. و همچنان تعطیل. بعضی مقام‌ها اما درباره این اقدام هشدار دادند، از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه. اقتضای تدبیر این است که در تعارض بین سلامت مردم و گشایش کسب و کارها، حفظ جان مردم در اولویت قرار گیرد. و سخنانی مشابه از فاطمه سعیدی، نماینده مجلس. اگرچه بیش از 1 ماه است که مجلس را تعطیل کرده اند، طرح سفوریتی تعطیلی 1 ماهه کشور در اولین جلسه رسمی با تعداد امضای مکفی ارائه خواهد شد. بی‌اعتنایی به سلامت مردم در مبارزه با ویروس کرونا خطایی نابخشودنی است. اصرار دولت به بازگشت به شرایط عادی در حالی است که شمار قربانیان کرونا همچنان رو به افزایش است. بر اساس آمار رسمی در 24 ساعت گذشته نزدیک به 2300 مبتلای جدید شناسایی شده و 136 نفر هم جان خود را از دست دادند. به این ترتیب آمار رسمی کل مبتلایان به 60500 نفر و جان باختگان به 3739 نفر رسیده. تعداد کل بهبود یافتگان هم بالای 24 هزار نفر اعلام شده. با این حال این ارقام به آمار دیگر کشورهای درگیر کرونا که به صورت تصاعدی بالا رفتن شباهتی ندارد.
بستری شده. نشانه دیگر از آنچه منابع بیمارستانی و بعضی نمایندگان مجلس پیشتر گفتند اینکه شمار واقعی قربانیان احتمالاً بسیار بیشتر از آمار رسمی است. در جلسه اقتصادی امروز حسن روحانی امروز تایید کرد که رهبر ایران قبول کرده برای مقابله با کرونا و پیامدهایش 1 میلیارد یورو از ملی برداشت شود. او وعده داده به خانواده‌های کم درآمد بسته های حمایتی و وام داده شود. برای اونها در 4 نوبت بسته حمایتی مد نظر قرار دادیم، از 200,000 تومان تا 600,000 تومان. یک رقمی مد نظر قرار دادیم به عنوان وام به اندازه 1 میلیون تا 2 میلیون تومان و همینطور وام به صاحبان کسب و کار که به دلیل شیوع کرونا ضرر کردند. بهشون اعلام میشه این وام همونطوری که اعلام شده نرخش 12%، مدت زمان بازپرداختش 2 ساله. معلوم نیست این کمک چقدر برای کسانی که کسب و کارشان در سایه کرونا تعطیل شده یا کارشان را از دست دادن مؤثر خواهد بود. از چهره شهرها دست کم به نظر می رسد بسیاری روانه محل کارند. نشانه ای از تقلای کسب و کارها برای زنده ماندن در روزهای کرونا. شیراز تهران 18 فروردین. فول کامل، هوا بسیار گرم. ناتوانی دولت در اجرای سیاست ماندن در خانه بسیار خطرناکه برای قضیه کرونا. شرکت‌های بی‌اعتنا به فاصله گذاری اجتماعی و شهروندانی که نفس‌هایشان به شماره افتاده. چرا فکر نمی‌کنن که مردم نیاز به تهویه هوا دارن؟ باران عباسی، بی بی سی. دکتر بابک محیط، کارشناس مدیریت بهداشت از بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا با ماست. دکتر، مدتی قبل چین مقام اول رو داشت در میان مبتلایان و کشته‌ها، الان آمریکا این جایگاه رو به خودش اختصاص داده. اول من از شما می‌خواستم بپرسم که اطلاع رسانی در دولت از طریق مقام‌های دولت فدرال چطوری انجام میشه، یا مقام‌های محلی به چه شکل آگاهی دهی صورت می‌گیره؟ تا جایی که من اطلاع دارم و از طریق رسانه ها، اولا سلام بر شما جوان جان، خیلی ممنون که با سلام به بینندگانتون خدمتتون داشتم عرض میکردم. تا جایی که من اطلاع دارم توی ایالات متحده جایی که من هستم، معمولا به صورت روزانه یه روز در میون رئیس جمهور و مسئول ستاد کرونا کشوری اینجا آقای دکتر فاوچی به صورت میان و کنفرانس های مطبوعاتی دارن و در مورد مسائلی که باید به مردم اطلاع رسانی میکنن، مخصوصا گفته های آقای دکتر فاوچی اینجا خیلی مفید بوده و خیلی شفاف کننده بوده در جهت سیاست های بهداشتی اینجا به کار بردن. بسیار خوب. بیشتر منظورم بود که یک ذهنیتی داشته باشیم از این که سیاست گذاری در آمریکا به چه شکل بوده. این روزها خب در ایران در گزارش هم اشاره شد که حرف از اینه که این محدودیت ها رو بردارند، این محدودیت ها رو کم بکنند. با توجه به اینکه در ابتدا در آمریکا هم خیلی این موضوع رو جدی نگرفته بودند، چه ارزیابی دارید، چی فکر میکنید در این باره و این اقدام هایی که داره در ایران انجام میشه؟ ولی من داده هایی که دولت ایران داره بهش نگاه میکنه رو من خوب ندارم و در نتیجه خیلی نمیتونم در مورد علت این که دارن این تصمیم رو دارن میگیرن اظهار نظر بکنم. اونها تنها چیزی که من میتونم این وسط در مورد صحبت بکنم اینه که یکی از بحثایی که هم در غرب مطرح شده و هم زمزمه هاش من دارم توی ایران دارم میشنوم، یکی از بحث های این وسط اومده را برای یکی از راه های مقابله با این به صورت اشتباه بیان شده، مسئله ایمنی گله‌ایه. درسته؟ حالا این مسئله ایمنی گله‌ای بحث معتبریه در سیاست های بهداشت، اما دقت بکنید ایمنی گله‌ای فقط و فقط و فقط 3 بار دارم تاکید میکنم در مورد برنامه‌های واکسیناسیون به کار میره. این یه سوء تفاهمیه که باید کاملا باید مشخص بشه و واضح بشه.
ایمنی گله‌ای چون علت هم داره. بذارین من مثلا اگر ما بخوایم سیاست ایمنی گله‌ای مثلا در مورد مثلا یک کشوری مثل ایران بخوایم در موردش صحبت بکنیم، اونم در مورد بیماری واگیرداری مثل کرونا، ببینیم ایران 80 میلیون نفر تقریبا جمعیت داره. با حداقل های داده های ایمنی گله‌ای ما صحبت بکنیم، تقریبا 40 میلیون نفر، 50% این افراد باید مبتلا بشن به کرونا و میشه تقریبا 40 میلیون نفر. درسته؟ اینه یه اگر بیاییم این از این 40 میلیون نفر هم بر طبق گزارش ها تقریبا بین 10-20% بیمارستانی میشن در اثری که میشه تقریبا، من آخر سر ماجرا که داشتم حسابش میکردم، ما 8 میلیون نفر بیمارستانی خواهیم داشت در نتیجه این ماجرا. این عددا میدونین نه تنها ایران، هیچ کشوری در دنیا 8 میلیون تخت بیمارستانی نداره که بخواد با این مسئله مواجه بشه از طریق ایمنی گله‌ای. و در نتیجه صحبتی که الان نگرانی بسیار در مورد مسئله ایران داره اینه که خدا را شکر ما داریم میشنویم که تعداد مریضای بیمارستانی ایران خدا رو شکر که الان داره کم میشه. من فکر میکنم که این سیاست رو ما یکی دو هفته بهش نگاه بکنیم و ببینیم این منحنی ما آیا واقعا به اون حالت مسطحش رسیده یا اینکه اتفاق دیگه ای توی کشور داره میفته. این تعداد از مبتلایان، بیماران و مرگ و میری که شما اشاره کردید رو آقای ترامپ هم میگفت که ممکنه که اگر جلوش گرفته نشه در آمریکا هم چنین اتفاقی بیفته. در هر صورت آنچه که الان در ایران داره رخ میده، صرف نظر از این که خب یک مدتی باید صبر کرد و بعد نتیجه رو دید که شما اشاره کردید، بیشتر به سمت اون ایمنی جمعی حرکت میکنه که شما منتقدش هستید، یا اینکه بیشتر به سمت وضع محدودیت‌های اجتماعی و مثلا همین رعایت فاصله اجتماعی؟ این رو خیلی سوال خوبه. ببینید کرونا واکسن نداره، درمان نداره، یعنی ببخشید واکسن نداره، دارو نداره. درسته؟ این رو ما خیال فعلا همه رو راحت بکنیم. تنها درمان اجتماعی که الان ثابت شده که داره همین فاصله گیری اجتماعیه به صورت قرنطینه. این مسئله توی ووهان چین جواب داده، الان توی ایتالیا جواب داده، توی کره جواب داده، توی آمریکا داره جواب میده و منحنی آمریکا رو داره مسطح‌تر، منحنی لاقل نیویورک رو داره مسطح‌تر داره می‌کنه تو جاهایی که اعمال شده. دارو هم نداره کرونا. تنها چیزی که تنها درمان موثری که داره همون دستگاه ونتیلاتوریه که متخصصین عزیز بیهوشی ما هم توی اینجا و هم توی ایران دارن به کار میبرن و چیز میکنن. توی این زمینه من این رو باید اشاره بکنم که مردم باید به پزشکان باور داشته باشن موقعی که برمیگردن میگن که کرونا دارو نداره، چون واقعا تعداد زیادی داروهای آزمایشی الان در جریانه، ولی همون جوری که یعنی این وسط مرجع پزشکانن موقعی که در مورد مسئله دارو میشه. سپاسگزارم از دکتر بابک محیط، کارشناس مدیریت بهداشت از بالتیمور در آمریکا با ما. صدر اعظم آلمان میگوید بحران کرونا اتحادیه اروپا رو با چالش اقتصادی بی سابقه ای مواجه کرده. این در حالیه که به دلیل قرنطینه آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در آلمان، اسپانیا و ایتالیا رو به کاهش بوده. در بریتانیا هم دولت میگه که قرنطینه باعث شده عده کمتری بستریشان، که مهمان برنامه هم بهش اشاره کرد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا که به کرونا مبتلا شده دیشب در بیمارستان بستری شد. گفته شده که حال عمومی او خوبه و در کار روزانه‌اش برای اداره کشور وقفه‌ای نمی‌افته. اما دکتر سیاوش جعفری متخصص بهداشت عمومی از ونکوور کانادا با ما هستن. آقای دکتر، اول من می‌خواستم از شما در مورد اضطرابی که کرونا باعث شده بپرسم. شرق و غرب عالم الان دارن با نگرانی به قضیه نگاه می‌کنن. چطور مردم از اضطراب جمعی خودشون رو محافظت بکنند یا جلوگیری بکنند؟
بله، با سلام خدمت شما و بینندگان برنامه‌تون. اصولاً استراب و استرس در شرایط بحرانی یک علامت کاملا طبیعی و نرمال هستش و حتی بعضی مواقع اگه مردم استرس نداشته باشن ما نگران میشیم، به خاطر اینکه به حرکت درآوردن مردم برای پاسخ دادن به توصیه های بهداشتی اون موقع سخت میشه. اگر این استراب و استرس از یک حدی رد بشه اون موقع خطرناکه. که این استرس و استراب خطرناک میشه اگر بیماری جدید باشه، اگر همونطور که آقای دکتر قبلی فرمودن درمان ما نداشته باشیم، دارو نداشته باشیم براش، اگر واکسن براش نداشته باشیم، اگر قشر خاصی از جامعه رو تحت خطر قرار بده، مثلا بچه ها، سالمندان، افراد باردار، این مشخصات موجب میشه که استرس و استراب ناشی از اون واقعه زیست محیطی یا بهداشتی شدید بشه. لازمه یادآوری بکنم که با توجه به اون سابقه تاریخی که ما در 100 سال گذشته از حداقل 4 تا واقعه بزرگ، مال سال 1918 که اسپانیش فلو بود، 1956 که ایشین فلو بود و سارس 2004 و اچ‌1N1 2009 داریم، همه این وقایع بیل اتفاق اثبات کردن که بعدش ما نه تنها استراب بلکه افسردگی میبینیم، PTSD یا همون ترومای روحی روانی و گریو که در واقع ناشی از دست دادن عزیزان هستش دیده میشه و همچنین افزایش مصرف الکل و داروهای آرام بخش. اینها یک واکنش های دیده میشه. نتیجتا باید برنامه ریزی از قبل داشته باشیم که مردم رو آماده بکنیم چجوری به این اضطراب پاسخ بدن و این برنامه ریزی در دوران حادی که ما این مشکل رو داریم میبینیم شروع نمیشه، بلکه از قبل شروع میشه، قبل و در دوران کنونی ادامه پیدا کنه. بازم به نظرم میاد که برمیگردیم به موضوع اطلاع رسانی. من از آقای دکتر محیط هم پرسیدم در مورد آمریکا، اما در کانادا شما که اونجا هستید اطلاع رسانی به چه شکل هست؟ دولت فدرال، دولت‌های محلی چطور آگاهی مردم رو بالاتر میبرند برای اینکه درک اونها از تهدیدی که در برابرشون هست واقعی تر باشه؟ سوال بسیار خوبی هستش. این به دو بخش اصلی تقسیم میشه، یکی پیغامی که ما میخوایم به مردم بدیم و یکی کانال هایی که به مردم میخوایم برسونیم این پیغام رو. پیغام باید خصوصیت خاصی داشته باشه. فردی که پیغام رو میده باید آدم این بود متاسفانه ما صدای آقای دکتر رو از دست دادیم. در مورد مثلا این داروی خاص پیغام گذاشته میشه بر عهده حکومت‌های فدرال و پروینشیال. این پیغام‌ها از طریق تکست مسیج، ایمیل، رادیو، تلویزیون، روزنامه بین مردم پخش میشه. منتها خصوصیت اصلیشون اینه که فقط از یک منبع میاد، اینجوری نیست که هر کس از راه رسید یک سری آمار غلط بده یا اطلاعات غلط به مردم بده و این باعث میشه که اعتماد عمومی از طرف مردم به اون سیستم بهبود پیدا بکنه و تا حدود استرس و اضطراب رو کنترل بکنه. سیستم هم خودش رو پاسخگو میدونه، سیستم خودش رو حاکم نمیدونه که بیاد مردم دست بخواد اخبار غلط بده، بلکه پاسخگو هستش. اگر نمیدونه چیزی رو میگه ما نمیدونیم، نداریم به محض اخبار اطلاعات جمع اشتراف. یک لحظه ما صدای شما رو از دست دادیم، صداتون قطع شد ولی نکته های شما رو دریافت کردیم. ممنونم از دکتر سیاوش جعفری، متخصص بهداشت عمومی از ونکوور کانادا با ما. کرونا در ایران فقط رفت آمد و کسب و کار مردم رو مختل نکرده، به سرگرمی های اونها هم البته لطمه زده. میلیون ها ایرانی که شبهای عید به تماشای سریال پایتخت می نشستن به دلیل شیوع کرونا موفق نشدن قسمت های پایانی سریال رو ببینن چون ساخت سریال متوقف شد، اما آنچه که توانستند ببینند هم برای خود داستانی شده، از سانسور گرفته تا سکانس پایانی سریال که خیلی ها را نیم قرن به عقب برد و مسئولان تلویزیون را نگران کرد. مهرزاد کانروز از پایتخت 6 گزارش میده. این چی میگه؟ بابا چرا حرف علکی میزنی؟ بابا جان زنگ زد، خشمش نکنید. در شما خانم بازگشت پرطرفدارترین سریال ایرانی به تلویزیون. آجی سر تو عوض کن، باشه من این مرده زنده شو یکی کنم. جان داداش امر نبی جان،
همزمان با بازگشت چهره گم شده این سریال بهبود جنگلبان. ایرانی ها خوشحالند 10 سال با پایتخت. چی شد آجی؟ هم عید است هم هر شب 50 دقیقه میخندند. اما میهمانی ناخوانده همه محاسبات را به هم ریخت. کرونا، چه مصیبتی از این بزرگتر. مردم ناراحت پایان بدون نتیجه سریال، مقام ها نگران سکانس پلان آخر. منتقدان میگویند بخشهایی از قسمت پایانی سریال پایتخت 6 از 2 فیلم فارسی قبل از انقلاب کپی برداری شده. همسفر و ممل آمریکایی. رئیس سازمان صدا و سیما فوراً وارد عمل شد و میگوید باید مشخص شود این اقدام حاصل اشتباه و بی‌توجهی است یا فتنه انگیزی ستون 5 فرهنگی دشمن. همزمان رئیس سابق سازمان بسیج به ادبیات خود به رئیس سازمان صدا و سیما گفته عین تذهبون. او از آقای علی عسکری میپرسد خود قضاوت کنید وضعیت فعلی رسانه چیست و کجاست؟ معمولی؟ جانم، شناختی منه؟ نه خیر، شما؟ من معمولی هستم. نه، منظورم اینه که معمولی بزنم یا سوپر بزنم. آها، سوپر بزن. این سکانسی از قسمت اول سریال. مکملم بریزن؟ مکمل خیر. شروع با طعنه سنگین به حسن روحانی، رئیس جمهوری. چقدر میشه؟ میشه 210,000. 200؟ آها، بنزین چیه مگه؟ مگه چقدر شده عزیز من؟ مثل که توی مملکت زندگی نمیخوری. بنزین شد لیتری 3,000 تومان. تازه سوپر هم میخوای بزنی؟ من تازه صبح جمعه فهمیدم این شده لیتری 3,000 تومان. این نقیه معمولیست، شخصیت اصلی و محوری داستان. حرفی داری، سخنی داری، چیزی میخوای بگی؟ فقط داداش رو کاغذی چیزی بنویس، من شفای چیزی قبول نمیکنم. من میرم برمیگردم، دفعه دیگه که خواستم بنزین بزنم تو رو تقدیم میکنم جواب. در نظر منتقدان نقش یک مدعی پر ادعای هیچ کار و فرصت طلب را بازی میکنه. او همچنین راننده نماینده مجلسی است. جانم، در نظر منتقدان بی ارزه و منفعل. هفته ای نبوده که دستان در کارون پایتخت از سانسور شکایت نکنند. انتقادها از نحوه پردازش قسمت آخر حالا جریان را به کل عوض کرده. 2 شب است پشت صحنه قول داده شده پخش نمی شود. مسئولان دنبال ستون 5 و فتنه‌گران فرهنگی، عوامل تولید اما به دنبال افزایش مخاطب با نقب زدن به فیلم‌های پربیننده قبل از انقلاب. دور سرت بگردم. لامپ موتور تو روشن کردی؟ باتری تموم نکنه ما اینجا زمین گیر شیم. پرس کردم یه لحظه. کرونا فعلا تولید بخش‌های پایانی را در راند 15 متوقف کرده، اما کشمکش میان صدا و سیما، دستاندرکاران، منتقدان و بینندگان تازه وارد راند اول شده. مرسد کوهنوز، BBC. در وبسایت بی بی سی فارسی هم مطلبی منتشر شده به قلم همکارم مریم زهدی درباره بی پایان ماندن سریال پایتخت و حاشیه های اون. این مطلب رو در بخش هنر وبسایت ما میتونید بخونید. و اما محسن نامجو آلبوم جدیدی به نام متنتن منتشر کرده. موزیک ویدیو یکی از آهنگ های این آلبوم به نام نظم رو ما امشب برای اولین بار پخش میکنیم. این موزیک ویدیو رو نیما دهقانی ساخته و کارگردانی کرده. نظم به شکل 360 درجه ساخته شده و از امکان دیدن 360 درجه میشه روی تلفن و سایت یوتیوب استفاده کرد. این ویدیو مسیر سفر محسن نامجو رو سوار بر موتور نشون میده و بیننده میتونه خودش تصمیم بگیره که از کدام زاویه به کجای این تصاویر نگاه بکنه.
نظیر آتش در راه های ماندگار. روح است در سخابه و افغانم آرزوست، جان بی شقابه از در انکار می رود. خاموش دل می دهم می گذرم. من با لباس دشوانی سست و بی تن از میان مردم مست می گذرم. سر را به چه می افشانی ای مرد بی ولد؟ مهم نیست می گویم و می گذرم. من با لباس دشوانی سست و بی تن از میان مردم مست می گذرم. سر را به چه می افشانی ای مرد بی ولد؟ مهم نیست می گویم و می گذرم. محسن نامجو آهنگساز، خواننده و نوازنده از نیویورک با ماست. از ساخت این آلبوم بگید آقای نامجو. سلام دارم جناب آقای موسوی. این آلبوم سال 2015 شروع شد. البته تو این فاصله 4-5 ساله ما یکی دو تا آلبوم دیگه منتشر کردیم که بابت یکیشم کمان عشق با خود جناب علی مصاحبه داشتیم، ولی این آلبوم به دلایل مختلف طول کشید، چون هی مسیر تولید و استودیو و نوازنده اینا بارها عوض شد. ولی در صورت یکی از ویژگی‌هاش این بود که ما خواستیم برای همه قطعاتش موزیک ویدیو درست کنیم، که خیلی از دوستان بنده بیرون از ایران و داخل ایران لطف کردن و با کمترین امکانات به من تو این زمینه کمک کردن. من خودم از علاقمندان کارهای شما هستم. همین بخشم برام خیلی جالب بود. از شعر و ریتم و موزیک آلبوم اگه بیشتر برامون بگید و اینکه چه ایده پشت آلبوم بوده. بله، دو تا ویژگی داره. یکی در واقع اینه که توی سبک موسیقی راک آلترناتیو یا راک تلفیقی، در واقع همون ایده که از ابتدا از آلبوم اول ما تورنج و جبر به وجود اومده بود، این ایده دوباره همونو گسترش میده. ولی ویژگی دومش در واقع اینه که تمام اشعار این آلبوم، تقریبا میشه گفت 90% از سروده‌های خود بنده بوده در حالا مقاطع مختلف، و در واقع یه جوری نوعی ادای دین هست به همون شعر زبان شناختی، یا در به شکلی بازی با ریتم‌های لنگ توی ادبیات و همچنین توی موسیقی. من سوالی در مورد این دارم که در قرنطینه چه کار میکنید؟ البته از ظاهر کم و بیش پیداست، ولی قبل از اون میخواستم در مورد اینکه این کار از جهاتی متفاوت بوده بپرسم، و اینکه از بیشتر منظورم از منظر بصریه، چه کسانی در تولید کار دخیل بودند؟ بله، من خیلی خوشحالم این فرصت پیش میاد که من اسامی دوستانم رو بگم، چون بسیار بسیار بنده رو در تمام این مدت به ویژه یک سال اخیر لطف داشتن به من و شرمنده کردن بابت همکاری که با من داشتن. اول دوستانم رضا مقدس و یحیی الخنسا بودن که توی پروداکشن و تنظیم به من کمک کردن، همچنین نوید قائم مقامی دوستم که در ساختن پروموها و گرافیک آلبوم، و اینجا من یه نمونه آلبوم رو دارم. البته ما متاسفانه دیگه نشد اینو هیچ موقع براش هیچ چیزی بذاریم، به قول معروف رونمایی یا جشنی بذاریم، به خاطر این ایام کرونا و اینا که پیش اومد همه مراسم ما همه چی تعطیل شد. ولی دوستانی که در ویدیو به من کمک کردن، این ویدیویی که شما نشون دادین، که حالا من نمیخوام از این واژه‌ای که برای اولین بار استفاده میکنم منم بگم برای اولین بار، ولی تا جایی که من به ذهنم میرسه اینه که ویدئوی 360 درجه توی موسیقی فارسی تا حالا نداشتیم. این اولین تجربه ما بود با دوست عزیزم نیما دهقانی، که روی قطعه خشم کردم، البته ویدئوی خشم کردم ویدئوی ساده‌ایه، ولی ویدئوی این نظم، قطعه نظم که دوستان بعد از این برنامه فکر کنم بعد از اینکه منتشر میشه روی یوتیوب یا جاهای دیگه میتونن با دستگاه با موبایل خودشون ببینن، و این رو به هر شکلی که برگردونن میتونن مناظر دیگه ای رو از این تصاویری که فیلم برداری شده با دوربین 360 درجه بگیرن. از قطعه اول، این قطعه 45 ضربی بود که تابستون گذشته منتشر شد. دوستانم مهدی علیبیگی و طرفه اخلاصی بودن. همچنین دو تا از ویدیوهای ما رو دوست عزیزم خانم سوگل زامنی کارگردانیشو به عهده داشتن، نواران و قطعه چه باشد، یا همون قطعه مرگ. این قطعه چه باشد گویا بیشتر از بقیه هم مورد نظر مردم بوده.
و دو تا ویدئوی دیگه هم بود که شاله ها و باده وزنده که خب دوستانی بودن داخل ایران که به سلاطین و خودشون دیگه گفتن که نبریم. اما دو تا ویدئو هم هست که در آینده منتشر میشه، کار دوستان ازم علی اسکندرزاده و مصطفی هروی از روی قطعه اخترکم و همچنین قطعه دیو و فرشته. منتظر این منتظر این قطعه ها میمونیم، ولی یکم در مورد قرنطینه بگید خیلی کوتاه که بتونیم بخش بیشتری از موزیک ویدیو شما رو در آخر برنامه پخش کنیم. قرنطینه دیروز هم یک مسابقه با همکاران شما داشتیم، والا تفاوت عمده ای نکرده دیگه. شما میدید معمولا دوستانی که مسابقه میکنن پشتشون کتاب میذارن برای اینکه اعلام بکنن که حتما دارن کار فرنگی انجام میدن، ولی حقیقتش اینه که من مثل بقیه ایام با ایام گذشته چندان تفاوتی نکرده، به خاطر اینکه من خواهی سری علاقه و کارهای پشت میزی داشتم که همیشه به اونا میرسیدم، الانم میرسم. و اتفاقا با اینکه روزگار بر خیلی ها سخت میگذره، ولی امیدوارم از این ایام خونه نشستن دوستان، چون که گفتم قبلنم، بتونن برای یه جوری کشفهای شخصی و یه جوری برای مسائلی که بهش فکر نمی کردن و چیزهایی رو که قبلا بهش رسیدگی نمی کردن حالا بتونن رسیدگی بکنن به خودشون بیشتر. امیدوارم که این دعوت به مکاشفه شخصی شما رو همه جدی بگیرن. ممنونم از محسن نامجو، آهنگساز، خواننده و نویسنده از نیویورک، با ما. بخش های دیگه از موزیک ویدیو نظم ساخته نیما دهقانی و صدای محسن نامجو رو با هم دیگه میبینیم. نظم میماند از من، مرگ میماند از من، من با لباس نجبانی سست و بیتم، از میان مردم نظم میگذرم، در راب چهی افشانی ای مرد بی بلد، مهم نیست میگویم و میگذرم، من با لباس دشمانی سست و بارتان سخن نگفت، یک دم در این ظلام درخشید و جست و رفت اروپا پناهنده شد، مهم نیست میگویم و میگذرم. ممنونم از شما که این برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. شب و روز بر شما.